سلام من امیر بودی هستم و توی این قسمت میخوام با مفهومی شما را آشنا بکنم تحت عنوان استک هولدر آنالیسیس یا استک هولدر ماتریکس یا استک هولدر مپ هم حتی بهش میگن اما قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع نیاز دارم که یه سری مفاهیم رو به شما پیش ببرم برای اینکه بدونین چرا داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم کلا واژه واجه هولدر یعنی زینف آن یعنی تمام افرادی که توی یک پروژه سهیم هستن و نف میبرن از خلال فعالیتی که شما دارین انجام میدین توی مثالی که الان اتفاق میفته طراحی باز ترراحیه. یه ذره در مورد این صحبت بکنیم که زمانی که با یک, یک پروژه جدیدی آشنا میشین و یه نفر با تماس میگیره چه سوالاتی باید بپرسین چه حرفایی باید زده بشه ببینید زمانی که باتون تماس میگیرن بهترین فرصتی که شما تا جای ممکن اولین اطلاعات حیاتی و مهمی که در مورد پروژه نیازه رو توی همون تماس تلفنی در بیارین برای اینکه زمانی که توی یک جلسه حضوری میرین یک لیست سوالی رو تهیه کرده باشین که بدونین که چه سوالایی رو قرار رو بپرسین و روی چه مفاهیمی قرار دی همدیگه کار بکنیم شاید مهمترین سوالی که و اولین سوالی که باید پرسیده بشه که خود این سوال باعث میشه که یک دو تا مسیر متفاوت ایجاد میکنه اینی که آیا پروژهتون طراحیه یا باز طراحی یعنی اینکه قرار الان تازه برای اولین بار طراحی بشه یا حتی در فرایند طراحی شما قرار جوین بشین و هنوز کاربر واقعی روی پروژه نشسته و باش کار نکرده یا اینکه باز و یه مدتی کار کرده و الان به فراخور یک سری اتفاقات میخوان باز طراحی انجام بدن هر کدوم از اینها سوالایی که باید پرسیده بشه متفاوته مثلا زمانی که باز قرار اتفاق بیفته اینه که شما باید یک طبیعتا یه سری دیتا دارین دیگه یه سری دیتایی دارین که ولیده و میتونین ازش استفاده بکنین شاید بعد از این سال مهمترین سال بعدی اینه که آیا شما مشکلی که برش میخواین باز ترهای اتفاق بیفته رو دارین یا نه یعنی میدونین که چرا میخواین باز ترهای بکنین یه مشکل حادی وجود داره که میخواین این اتفاق بیفته یا فقط میخواین که مثلا کلمه یو آی ایکس مدیر پروژه شنیده بهش جدیدن علاقه من شد و میخواد بکنه این دوباره دو تا شاخه مختلف از سوال ایجاد میکنه مثلا زمانی که باز طراحی داره اتفاق میفته سوالای کلیدی بعدی که بعد بپرسین این که آیا شما ابزارهای آنالیز مثل آنالیتیک، هاجر، کریزی ایک و امثال هم رو داشتین روی پروژه که سری های دموگرافی از پروژه به دست بیاد در حقیقت فانلی که کاربر طی میکنه تا به هدفش برسه آیا مشخصه مشخصه که کدوم صفحه ها چرن ریت زیادی اتفاق داره میفته یعنی نرخ ریزش زیاده یعنی کاربر میرسه به اون صفحه دفعه صفحه رو ترک میکنه یک سری سوال این چنینی که طبیعتا از روی ابزارهای آنالیز در میاد یک حجم خیلی مهمی از مشکلات رو شما با واحد سی در حقیقت میتونید در بیارین اگر در قبل قبل از اینکه به شما به پروژه ملحق بشین یه واحد CRM خیلی مکتوب و مستند مشکلات کاربران رو رسد کرده باشن و نوشته باشن و یه ابر کلمه یه چیزی که در حقیقت یه نمودار اکسلی که به شما کمک کنه به که بیشترین مشکل کاربر کجاست داشته باشن این خیلی به فرایند بازطراحی کمک میکنه برای شما که بتونین بهتر انجام بدین و واقعا هم قسمت CRM رو دست کم نگیریم یعنی ببینید به زه هر نفری که یه مشکلی رو در حقیقت داره و تماس میگیره با واحد پشتیبانی به طور متوسط میگن 26 نفر هستن که اون همون مشکل رو دارن اما برای اینکه توی حوصله ندارن تو صفحه کال سنتر قرار بگیرن یا نمیخوان تماس بگیرن یا راحت نیستن که با یکی صحبت بکنن اصلا بی تماس میشن یعنی اینجور نگاه نکنین که یک نفر تماس گرفته پس شاید این مشکل همه نیست میگن به طور به زی هر نفر 26 نفر شاکی هستن که تماس نگرفتن پس تو فرایند بازطراحی یک سری سوالا مهمه که پرسیده بشه تو فرایند طراحی یک سری سوالای دیگه ای شد بعد از اینکه فهمیدین پروژه طراحی سوال بعدی اینی این که خب حالا ایده چیه و رقبای داخلیتون چیه کیان که بتونین برین اونا رو بکنین در زمانی که طول میکشه تا جلسه اول برگزار بشه و بعد سوال واقعا مهم بعد اینه که آنفر ادوانتیج شما چه ببینین اگر یک کسب و کاری میخواد شروع بکنه و نمونه مشابه داخلی داره که تا حدود خوبی شبیهه و میشه گفت همونه حالا یه مقدار تغییر احتمال موفقیتش خیلی کمه مگر اینکه یک سری آنفر ادوانتیج داشته باشه فارسیش میشه مزیت ناعادلانه اما اونقدر معنی منفی نداره لزوما. تو یک سری جاها ممکنه منی منفی داشته باشه با یک سری مثال ها ولی لزوم اینجوری پس شما ممکنه که به یک فناوری های دست پیدا کرده باشین مثلا پرزش تصویر مثلا در حقیقت کاری حالا مثلا پردازشی خیلی سنگینی بتونین انجام بدین دیفیک مثلا پردازش دیفیک بتونین انجام بدین و امثال هم این یک مزیتیه که شما دارین و کسب و کارهای مشابه شما شاید نداشته باشن یا اگه بخوان بهش برسن خیلی هزینه و زمان زیادی ده طول بکشه که این اتفاق بیفته مثلا یک اپلیکیشن املاکی میاد و روی augmented reality کار میکنه AR کار میکنه و مثلا اون میشه مزیت نادلانش یا ممکنه که شما پول زیادی داشته باشین یعنی اون کسب و کار پول خیلی زیاد داشته باشه که بتونه تو یک فرایند جنگ قیمت و تبلیغات بسیار گسترده این اتفاق بیفته یا میتونه اتفاق دیگه ای که این آنفر ادوانتیجه در حقیقت رانت باشه رانت اطلاعاتی باشه مثلا این سایت املاکی بود که اتفاقی که افتاده بود و خیلی بهش نقد وارد بود میگفتن دسترسی به یه ای, ای داره که میتونه قیمت خونه رو در بیاره با یه سری در حقیقت توضیحاتی که کاربر میده در حالی که این API ای رو به بقیه نمیدن خب این یه رانت اطلاعاتیه دیگه این اینجا اونجایی که نادلان است یه زمانی شما دسترسی به یه حجم زیادی از کاربر داری که اون کاربر بالقوه وجود داره و میتونن تبدیل به بلفل بشن مثلا اپلیکیشن دیوار که اولین بار اومد طبیعتا کافه بازار پشتش بود و همیشه جزء اناوین پیشنهادی بود همون باعث شد که خیلی رشد بکنه یعنی مثلا اپلیکیشن بلد دوباره به با پشتوانه یه کافه بازار میتونه خیلی رشد بکنه که این اتفاق هم داره میفته پس یه سری سوال اینچنینی مهمه که قبل از اینکه وارد جلسه بشین برای خودتون لیست کرده باشین که بپرسین خوشبختانه دو تا چک لیست تهیه شده تو زبان فارسیه که آیدی اینستاگرامی مرزی یویستی یکی هم امیرو داد دیزاین که اینا من لینکش رو توی یوتیوب و آپارات براتون میذارم که از اونجا بتونین دریافت بکنین پس این در حقیقت چکلیستیه که باید بهش توجه بکنین قبل از اینکه برین داخل جلسه یه نکته انتهایی هم بگم ببینید شما توی جلسه ای که میرین بهترینی که تا جای ممکن ریزه بدین بقیه صحبت بکنه معمولا اون مدیر محصول اون کسی که جلو شما نشسته دوست داره خودش حرف بزنه داستانش رو تعریف کنه در خلال تعریف کردن داستانشون که چرا رسیدن به این نقطه که دارن با شما صحبت میکنن شما خیلی از سوالایی که احتمالا برای خودتون لیست کردین رو اونجا میتونین به دست بیارین یه نکته کنکوری هم این بگم اینکه حتما توجه داشته باشین که توی قراردادی که می نویسین با در حقیقت اون مجموعه مشخص بکنین که طرف حساب شما کیه ببینید شما یه زمانی مدیر عامل یا کسی که حق امضا داره قرارداد رو می نویسه و امضا میکنه اما شما با یک مدیر محصولی با یک فرد دیگه در ارتباط هستین بعد این رو مشخص بکنین توی قرارداد که من با آقای یا خانوم ایکس با مثلا شماره موبایل و ایمیل فلان در ارتباط هستم و کل مکاتبات هم با ایشون در حقیقت سنده و اگه ایشون تایید بکنه ما میتونیم کار رو جلو ببریم یه اتفاق مرسومی که میفته اینه که شما با یه مدیر محصولی با اون مسئول پروژه جلو میریم به کار انتهایش که میرسه اون فرد میره پیش مدیر عامل که پرزنت کنه مدیر عامل میگه من اینو نمیخوام و کلا پروژه میره رو هوا حالا این وسط شما دو تا اتفاق براتون میفته یا اینکه در حقیقت بیخیال پروژه بشین که میتونه عواقب حقوقی براتون داشته باشه و حتی اعتباری اعتبارتون توی بازار خراب بشه یا اتفاق دیگه ای که میتونه بیفته این, این که شما برین از اول کل حالا چیزایی که مد نظر این مدیر عامله اعمال که خود اون هم طبیعتا پروسه زمان بری. اینار تا اینجا داشته باشیم بریم سر اون محپس استک هولدر ماتریکس یا استک هولدر آنالیسیز این کلمه رو کلید واژه رو که سرچ بکنید با یک در حقیقت نموداری مواجه میشین که چهار تا خونه داره و محور عمودیش پاور و محور در حقیقت افقیش اینترسته پاور که یعنی قدرت یعنی اون اینکه توی اون شرکت حرف اول رو کی میزنه بعدش کی نظریاتش مهمه کی تصمیم گیره و اینترست میشه علاقه مندی به فارسی ولی شاید کلمه درستی نباشه شاید بهتر بگیم که این چقدر این پروژه برای اون فرد مهمه و چقدر زمان میذاره به یه زمانی شما طبیعتا تو هر شرکت این مدیر عامل و حتی ها شاید هیئت مدیره بالاترین لول رو از نظر پاور دارن و قدرت دارن اما اتفاق که این وسط میفته اینه که مدیر عامل ممکنه که چند تا پروژه مختلف داشته باشه پروژه های مختلف و تمام اینترستش تمام زمانی که طبیعتا در طی روز داره رو معطوف به پروژه‌ای که شما دارین باش کار میکنین نکنه مثلا پنج پروژه داره یک پنجم یک پنجم در نتیجه اتفاق که این وسط میفته اینه که این با وجود اینکه پاور خیلی بالایی داره ولی اینترست خیلی کمی داره نسبت به مدیر محصولی که پاورش یه ذره از مدیر عامل کمتره اما اینترستش تقریبا 100 صد درصد تمام حیات و ممات خودش توی اون شرکت ربط داره به اینکه این پروژه به نحو احسن انجام بشه من یه سری توضیح تکمیلی این موضوع رو توی ویرگول با نشونه امی تکیابادی می نویسم. دوباره همین پایین جایی که دارین می بینین لینک میکنم اگه اینستاگرامی ترجیحا توی یوتیوب ببینین که بتونین لینک ها رو استفاده بکنین و سابسکرایب هم یادتون نره و اتفاق دیگه ای که میفته مفهوم دیگه ای هم که این وسط باید باش آشنا بشین اینه که ببین شما توی این چهار قسمت یک سری افراد هستن که به شما فقط دیتا میدن یعنی شما میتونید از اینا دیتا بگیرین نیازی نیست اینها رو توجیه کنین برای اینکه کاری که دارین میکنید یه سری افراد هستن که هم به شما دیتا میدن و هم شما بهشون دیتا میدین و هم نیازی که تایید بکنن کاری که شما دارین انجام میدین این موضوعی که بهتون گفتم رو توضیح تکمیلی شو با توجه به این که مقدار موضوع خاصی رو توی ویرگول براتون می با مثال های مختلف که بتونیم اونجا دنبال بکنیم ممنون از اینکه تا اینجا گوش دادین به صحبت من